منم یک مرد نابینا و خسته. 15 ماه اکتبر روز جهانی نابینایان است. به مناسبت این روز به پرسجوی احوال شماری از نابینایان در کابل می رویم. همایون عزیزی از نابینایان است که نابینا زاده شده است. اما نابینایی علت خوبی برای ذوق هنری وی شده است. همایون از 7 سال به این سو شعر می سراید و تا اکنون دفتر شعرش چاپ شده است. همایون می گوید که نابینایی وی را تسلیم روزگار نکرده است. ما سعی کردیم که یک زندگی مبارزه ای را به خود انتخاب بکنیم. اما دورتر از همایون در شرق کابل نابینایی است که هر روز به بیشتر از 40 بینا آموزش می دهد. قاری لطف‌الله در 27 سالگی در انفجار ماینی بیناییش را از دست داد و اکنون که به 55 سالگی رسیده است زندگیش را با دشواری های بسیاری به پیش می برد. هر حق نابینا چیز دوال از ترگی نوی اگه دخپل پلار، دخپل ورور، دخپل مور، دخپل خزه، دخپل لور، همسایگانو او د نور خلکو د ټول محتاج دی. در همین حال بر بنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی پس از سپری شدن آزمون‌های راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی 9 تن از نابینایان نیز به دانشکده‌های خبرنگاری و حقوق دانشگاه کابل راه یافتند که یک رویداد بی پیشینه است. بسیاری از مردم ها که از اتو نمیگه که خواهر رار اشتباه کده در ای را بیا، برادر رار اشتباه کده ای را بیا، اونا همیشان صدا میگنن به ما، میگه قاری صاحب از ای را بیا، قاری صاحب از او را بیا. در دیگر کشورها به تمام نابینایان تمام امکانات مساعد است و ما متاسفانه که مشکل موتر داریم. یکی از مسئولان مرکزهای آموزشی نابینایان میگوید که شمار نابینایان در کشور به 400 هزار تن میرسد.